بوس. چایی الان میام ویسکیه چایی مرا ببوس. برای اولین بار مرا ببوس. جاوید جان، جاوید جان، بله یه سری هنوز هم در هنوزو یارو انقدر قوله داره، طرف اومده کامنت نوشته توی یوتیوب من عالی، حال دیگه باد نمی کنم از وقتی که رفتی طرف شاه. من که حالا والا که دیگه کلامم از اون با که خودم رو شناختم درست خانواده شاه رو ندیدم، ولی از نسلی هستم که ندیدم عاشق خانواده شاه هستم. تو محل بودیم قدیمی ها، بابا ننه هامون از اونا قدیمی کرد، همه میگفتن خدا پدر شاه رو بیامرزه. بعد کی رفت انقلاب کرد هیچ کدوم گردن نمیگرفت، یعنی خود مادر من یه چیزایی درک میکرد. موقع تهران میرفت مدرسه میگفت مثلا بهمون چیز، اصلا یه چیزهایی تعریف میکرد مادر من یا قدیمی ها فلان، یعنی بعدی ما نشیدیم از شاه. تو منطقهی که من بودم، تهران بودم دیگه، تو محلهی که من بودم همه بودم خدا پدر شاه بیامرزه، بر پدر آخون لعنت. حالا من 40 سالم میشه، فردا ساعت 9 میشم 40 سال، من که ندیدم. ولی طرف اومده قولن 25 سالشه میری اینجا تو تجمعات فلان، قولن 25 سالشه شاهو قبول نداره. آقا چیزی دیدی؟ کی تو رو به این روز انداخته؟ کی دهنه تو رو گاییده؟ کی تو رو آواره کرده؟ جمهوری اسلامی دیگه، جمهوری اسلامی منشأش هم از چی؟ از آخوکه دیگه. دسته مغز ندارم میدونی؟ خب میگم به تو چیکار کرده مثلا خانواده شاه به تو چیکار کرده؟ توی که الان 44 سال جمهوری اسلامی اومده، تو الان 25 سالت 30 سالت 39، به تو چه ضرری زده؟ به تو چیکار کرده؟ الان من منطقی صحبت کنید، من دارم آخونده رو فوش میدم کسی ساکش میکنم، هزار یک دلیل دارم که یه نمونه زبان آلمانی کیریه که من نمیتونم بیاد آقا نمیره تو کلم، که دارم بزرگترین ضربه رو میبینم، آواره شدم، اومدم توی غربت به اجبار مهاجرت کردم، تبعید شدم تا زمانی که این کسکیش آخونده نران اینجا، نه تنها من امثال من غربت، حال آدم بد میشه دیگه. درسته اینجا وضعیت معیشتی مردم به اصلا بهتر از ایرانه، خورد و خوراک ارزونه، چه بری سر کار زندگی سخت برات نمیگذره. ولی تو ایران اینجوری بچه‌ها اینجا کار میکنن به خانواده هاشون هم پول میزنن. کی منو به این روز انداخته؟ کی منو آواره کرده؟ کی تو رو چیز کرده؟ کی داره جوانامونو برپر میکنه؟ حالا نه به داره نه به باره، فعلا که مردم که هنوز چه خارکستا هستن، جمهوری اسلامی هست، به داره که انقلاب تو راه. یه چوری الان میام میگن هادی این کلمه رو نگو، پیروز خواهیم شد 100%. خب حالا هر کی این مرابه داره زحمت میشه تلاش میکنه، رفراندوم یعنی یه چیزیه که به عنوان رأی، رأی گیری میشه رفراندوم. منم نمیدونستم رفراندوم، چند سال یاد گرفتم نه حرفای قلموس بلد نیستم، روک دیگه همون رفراندوم میشه رأی گیری. بذار زیر دیپلم این خودم صحبت کنیم، میری یه رأی میدی مثلا به این یا به اون، به ته که دوست داشتی، ولی الان هر کی داره کار خوش انجام میده دیگه. بزنی کسکشا رو بکشیم پایین، یه سری ها میان یه حرفای علکی فلانه، نه طرف مخواب بیاد شاه مخواب بیاد پسرش رو ارث پدرش اما بگیره اوقت. بابا یه 64-65 سالشه به چه دردش میخوره مال دنیا؟ پسرم که نداره، آخه به چه یه حرفایی بزنید با هر جور در بیاد. من علکی تعصب علکی چی رو نمیکشم، مادرمم زور بهم بگه تو کتم نمیره، درسته منو به دنیا برده برجو که مادرم هم اشتباه کنه اشتباهشو بهش گفتم و خواهم گفت،
من اخلاقم اینه. آی طرف سنش بزرگ احترام بزن، احترام زمانی میشه گذاشت که عقایدش من اذیت نکنه، منو به من احترام بذاره یا من آزار ندارم، هر کی میخواد باشه. این از این. من فقط و مشکل دارم با این مجاهده و تعزیه طلب ها که واقعا دشمن ایران هم. تعزیه طلب میخواد جدا بشه از ایران، یه مغز فندقی داره تو اروپا هم هستن، تو اتریش نهیدم من سمت سوئد یه سری هستن مغز فندقی، پرچم های کسشهری گرفتن، یه پرچم های گرفتن دستشون آی میخوان جدا، توی توهم هایی هستن. این هم بارها توضیح دادیم که همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. یا طرف رفتیم تو تجمعات یه پرچمی در آورده، من میگم پرچم ایتالیاست این، قرمز و سفید و سبز، خب یعنی چی شیر خورشید قبول نداری؟ حالا بعدم بهت میگم یعنی چی شیر خورشید برات درست شاسق، اصلا خانواده پهلوی رو بدت میاد خوشت نمیاد، اون به من ربطی نداره شخصیه، من زوری نیستم، ولی یه پرچم سی ربطی به اون خانواده نداره، سی ربطی به چیز شاهنشاهی قدیمی قدمت داره، از زمان کوروش و کبیر بوده دیگه، واسه خودشون یه سری تو توهمم سه تا رنگ درست کرده. حالا من اون موقع بر پرچم هم باید یه رأی بگیریم، اینجوری کسه چرا تعداد کمی هن ها، تعداد کمی هن. یا پرچم، این پرچم شمشیر داره، معنیش خیلی بده، چه ربطی داره اینجور چیزا. ولی دیروز من خیلی 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 خوشحال شدم که واقعا جرقش خورد، یعنی جرقه انقلاب خورده بوده، منظور استارت سال جدید دوباره خورد. این بیناموس بسیجی ها نمیدونی چیکار میکردن که چی شد، پلان شد، نتونست براندازی من بارا بودم با بیناموس، من این برم زندگیم این بره، 8 سال 9 ساله من از 8 سال پیش اومدم اینجا، گفتم کیدم دهن خامنه ای و طرفدارانش، تا زمانی که باشم میگم تمام شد و رفت، چون ربطی داره، من مقام براندازی کنم، مردم ایران دارن اش میکنن، یعنی 2 روز مردم میشنن، 2 روز 2 هفته 1 ماه صداشون در نمیاد، این بی‌ناموست جشن بگیرن بسیجی ها. الان هم که جسم ناقصی خواهیمنی مثلا یه جورایی داره آتش به اختیار میده به بسیجی ها که جلوی نایی که کشف حجاب یا اصلا دو حجاب اجباری رو دوست ندارن وایستن. ولی با یه مسئله دیگه، دمشون گم درود به شرف اون زنایی که واقعا دارن مبارزه میکنن با این گوخورای خامنه ای که فیلماش داره میاد بیرون، خیلی قشنگ شیک و مجلسه، میدینم بهشون و قهوهشون میگم به تو چه مگه گوخوری. من نمیدونم مردم میگیم حالا به قول یارو تحریک میشن موی زنه میدن، یه سری مردای بی ناموس مثل بسیجی ها، این زن ها چی میشن؟ مثلا زن مثلا به همنای خوش میره؟ نمیدونم، اکثرا هم شبیه تمسا میمونن و این فاتی کامانده هایی که میرن به زن ها گیر میدن، نمیدونم کسی اینا رو نمیدونم میکنه نمیکنه، خواستگار ندارن یا زیرخواب آخوندن، نمیدونم عقده شده کسی بهشون نگاه نمیکنه اونجوری شدن، من نمیدونم اینا رو باید بیاری یک چون بکنی و اونوارو به نایی تو دهنشون اینجور زنها رو. تو چی کار داری؟ و بوی زنا میدن ها، تو تابستون دیدی روسری یه زنه بود توی قطار ریده بود بهشون دوت بابا دب بود داری بیدید بابا. حالا اون بسیجی های بی ناموس میگیم، حالا به قول خود میگن آی ما تره زنا من نمیدونم اینا رو کجای کنم اون بذاریم. بعد بیان امنیت قربوس، چه امنیتی اینجا زن خواهی داری به زن چپ نگاه کن چوب تو چونت میکنن. بیایی ماس بکن بیا جلوی زنه بگیری اینجوری بگردن، دمشون گم. بازم دارم میام استارت خورد از توی داخل تهران، یه سری شهرها خودشون هم میدونن دیگه، من اسم نمیبرم یه سری شهرها هستن اصلا کتبشون هم نیست، نه که بگم طرفدار جمهوری سالیان هم، نه بیار کتبشون هم نیست، اون هم یه تلنگوری بهشون بخوره بی وجودن روک زیر خط فرق داره ناله میکنن دیگه. حالا خیلی هم میگم مثلا پولدارا تو تهران هم خیلی
عکس سرمایه‌دارا پولدارا شکمسیرا تو تهران هم. میگن اینجوری میگن، ما که فعلا 8 9 سالی من خودم تهران بزرگ شدم، نه این خبرانی پایین شهر این خبرانی، اگه باشه سمت بالا مالا نه اینجوری نیست. ولی دیدید همیشه یه پایه یه پاش چی میگن، یه پای فینال بوده، یه پای ماجرا بوده، یه پای چی میگن، همیشه کف خیابون بوده. حالا نسبت به تعداد مثلا 13 میلیون 14 میلیون زندگی الان نمیدونم 20 میلیونه چقدره، نسبت به جمعیتش کمه. آره تهران هم یه منطقه هاشه، کل منطقه هاشه من بارها گفتم. این انقلاب چی میگن پیروز خواهند شد مردم ایران، چون نمیتونن جلوی مردم رو بگیرن، علنی جلوشو میگیره یارو زنه میدینه بهش برو به تو ربطی نداره حجاب. بسیجی اومده تو لایو گریه داشت میکرد، اینا فوش میدن به ما، این فوشا خیلی خارشونه داره میگاه. گفتم خب منم دارم 6 7 سال فوش میدم. خب تو رو خب نمیبینیم ولی اونا علنی دارن الاس بولو با ماستر چی فوشا چیه فرام. گفتم خار تو سبی ناموس، شما تیر خلاصی دارید میزنید، چشای مردم رو در میارید، ناموسشون داره گاییده میشه. حالا حسابش کن منو میبینن چه آبچی ازشون داره گاییده میشه. میگیریم بعدت میگردونیم، برو بابا درتو بذار بابا کسیش، برو پشمک. من اگه اجونم میترسیدم که اصلا نمیان تصدیر بدم، من نمیان خوری فقط گونده بود بسته دیگه. تو که میدونی من میام حرفامو میزنم، لای من بسته بود یه شانسی تو مسترب بودم آقا گلاب بروتون دم تیب اومد لای باز شد اومدم تو لای. آرکوسته تو که میدونی من میام حرفامو میزنم، یه کلیپ بیمونده من درست نکنم، کیر کردم تو مقدساتتون تو اعتقاداتتون، حرف زدنم هم که این ریختی ادا نمیتونم در بیارم، چون با دشمن دارم صحبت میکنم، با آدم عادی که صحبت نمیکنم. آدم عادی چه شما سنها که با من گشتم فلان بچه ها من نمیخوام من خودم تعریف کنم فلان سنم، با دشمنم دارم اینجوری صحبت میکنم، با آدم عادی که صحبت نمیکنم، با قاتل سرزمینم جوانای ایران، یعنی برازنده شون اینجور صحبت کردن کس کسی ها کشی هدن. و بینا هموس های بسیجی یا سایبری یا خارکست ها خرمصبی ها منی ریخته ما چرا میان کس کش اینجور البته پول میگیرن دیگه این هم هست دیگه. خیلی خوشحال شدم از این بر محرمزون اومد عیدمون رو خراب کنه، نتونست. ملت غیور ایران زدن رقصیدن عزیزت من از موتورون میرم خندم میده قوم تسلیت آوردمش بالا میگه اونجوری میگم بخندیم خیلی گست کشیم. آره ماه کسیف رمضان، من نمیدونم خدا الله خارکسته چجور میمونیه گرفته، چقدرم زیرنگ خارکسته، اصلا یک قرونم قرض نمیمونه. یه وعده قضایی هم کنسل کرده 16 ساعت گشته ای تشم خارکسته، این چه میمونیه. ما رمزون هم نتونست عید ما رو خراب کنه، چاکرم زدن رو من باور کنید به خاک ایران قسم نگرفتم عیدی چیزی نگرفتم، نه سفره هفت‌سینی چیدم نه چیزی، حوصله‌اش نداشتم، دل و دماغش رو نداشتم. یک دور از وطنم، دور از خانواده، بعد جریان شهیدایی که تو راه وطن دادیم، نه که بگم اونایی که انجام دادن توس کنم خودم، نه نه هیچ ربطی نداره، به هیچ کسی ربطی نداره، شادی به جاش. مردم ایران زدن سیزده رقصیدن دیروز کف خیابون بودن، هیچ ربطی نداره. یه سری من نمیدونم فکر کنم توی بلدیم توس کرده بودن خودشونو، ایرانی‌ها رفته بودن توی دیسکو، یه سری توس کرده بودن رفته بودن آی ما شهید دادیم فلان، اینا انبازیه، اینا چونی بازیه. به جاش مبارزه، به جاش شادی، به هیچ کسی ربطه نداره. من روزی که مهسا امینی فوت کرد کشتنش داشتم مشروب میخوردم، چه ربطی داره؟ یه سنه یه مویان توس میکنن خودشونو فلان میکنن، نه به جاش مبارزه، شادی حق مسلم همه ماست، اصلا شادی نیازه. من الان ابسور حالم بده، احتیاج به یه موزیک دارم، موزیک حالم رو خوب میکنه، احتیاج به یه غیر دارم، غیر حال منو خوب میکنه. زمانش هم مبارزه، این که خارکسته بازیار بذاری کنه، یه سری میان چست میکنه، اینجا هم داشتیم من ریدم بهشون، اینجا هم ریدم بهشون چست زیاد میکنن خودشون. تمومه کار این بی‌ناموسا، تمومه. مردم ایران همت کنن، غیرت به خرج بدن،
امسال کارم بی نامسا تمومه. نان نیست، ترس نیست، 1,000,000 با آقای رب بیام. مردم ایرانی خارج که من بارها گفتم خودتونم دیدید دیگه، سنگ تموم گذاشتن، انصافا سنگ تموم. من رفتم سرما خوردم، گلوم گرفته، انقدر داد زدم، باور کن اومدم چونم پاره شده، منتی نیستم، نه تنها همه پول نداشتم، پول بلیط هم اینو اون گرفتم، رفقام گرفتم، بلند شدم رفتم آلمان، فرانسه، نه فرانسه رو نرفتم، بلژیک و بلژیک هم نرفتم، دو جا رفتم، دو جا اونم بلیط بچه ها گرفتم، در توانم بوده رفتم و اینجا هر موقع وقت داشتم رفتم. روزهای مهمی که فراخوان بوده من کف خیابون بودم، نه تنها من، یه سری ایرانی های وطن پرست هستم، میمونه یه سری ایرانی ها که واقعا خودشونم میدونن، خودشونم داره چونشون، آخه میدونی میام یارو میاد میاد داره چونم پاره میشه، داره خارمادرم میاد چلی چشم، هیچ آینده ای ندارم، همه چیم دارم. خب خودت جواب خودت داری، بخب واسه سکوت کردی، بودن دیگه، رفتن چشاشون رو دادن، جونشون رو دادن. یه سری ها من میگم از ام بخار بلند میشه، یه سری ها حقیقا من گفتم گند من چرا میاد مثلا طرف میاد توی لایو من مینویسه پرچم بالا از کسکس چا کشش میکنم، ارسم میاد، چون اینجور چونی ها تا حالا نرفتن. یه بار بگم مک بیا خامنه، من آدم شم میدونم خودم، کسایی رفتم فریاد زدن مک به خامنه گفت، هیچ ادعایی ندارم، مظلوم آزارشون بهش که نمیرسه، ولی جلی دشمنشون اینه شیرم، عشق میکنم با اونجور آدم ها. ولی یه سری ها لب و دهن و هارت و پورت و تیپ بد از جلو میبینی اینه لولو میمونه، ولی خواهی نمیکنه بره حقشو فریاد بزن، یا رفته اداره ای شده باتون گرفته دستش رو مردم بیدفاع. انصافا ایرانی ها اینور حالا مثلا خیلی هستن اینجا سفارتی هستن، خیلی هستن بچه ها نشون کردن فردای آزادی، این وری هم باید جوابگو باشن. اومدی رو خونه جوانای مردم سفره انداختی، اومدی اینجا شدی چی میگن سفارت، میگن چی میگن سفارت، سفیر شدی، سفیر نماینده جمهوری اسلامی شدی. مجید نمجید این یا آره مجید دقیقا در اشتادی ها واقعا درود به شرف اون زنهایی که واقعا دارن میگن، زنها مخصوصا، دقیقه حقیقت این جلوی مامور وای میسنن میرن شعار نویسه، یه سری کتبشون هم نیست، واقعا کتبشون هم نیست، یه سری یکی یه بچه ها گفت بابا هادی تو چه حوصله ای داری، 120 بار پیج تو زدن دوباره پیج ساختی اومدی، گفتم من عهد بستم با خودم، من هیچ پولی به خانوادم نزدم تو این 8 سالی که تو غربتم، ندارم که بزنم، فعلا سرکار بالا گفتم اگر هدفم پول بود تا الان زده بودم، احتیاج نالات همه دارن و نه اونجور تو مزیقه باشن که مثلا من خودم تو فشار بذارم. آبو یزید تو عادی خسته نمیشی؟ یا خسته چیه؟ من اومدم چیر کنم تو ناموس این آخوندامو، 30 سال من اسکول کردن، ابوالفضل و امام حسین و ایسقای منو گرفتن، 30 سال میخوام چیر کنم تا اول آخرشون، اگه عمری باقی بمونه 8 سالش رفته، من تصمیمم اینه، من دندقت ندارم. آی پناهندگی و فلان، پناهندگی من گرفتم، خوار مادرتون گایدشو بس چیزی ها، 2-3 سالم از ساله میگذره، اینم حوصله میخواد، اینم من از زندگی افتادم دیگه، خودم بارها گفتم اینو باید ببندم، مبارزه رو باید جمع کنم برم بشینم زبان بخونم، دارم ضربه میبینم الان، من امروز دوباره رفتم تست زبان دوباره 100 پوینت منت نیست، سالی نمیتونم آقا، نمیتونم، مردم ایران الان احتیاج دارن به من، شده باشه یه پست، شده باشه یه دونه باید کلن این جریان بکشی بیرون، مغزت راحت باشه بشینی فکر کنی، بشینی زبان بخون، مغز درگیره، خبرها رو بچرخی کدوم کسکس چی گفته چی، مغز احمق نمیکشه، من اصلا خورد میشم بی ناموسم و فری ناموسم فانوسم. چی مجید؟ انصافا بیشتر مادی ایران لبا دهن چشت، آره بابا مجید رضا رو هنبر
خیلی ها قهرمان اصلا تن جونشون رو دادن، درود به شرفشون، درود به شرفشون، جونشون رو دادن تو این را، چشاشون رو دادن. واقعا گفتم آقا مشتی هستید دوستتون دارم، من یه چند نفری اومدن توی دایره تولد منو تبریک گفتم، من تولدم الان نمیدونم ساعت به وقت ایران ده و نیمه، درسته ده و نیمه، بعد آره دیگه سلوشه 11 ساعتی تولد منه، دستتون درد نکنم اینه که مادر تبریک گفتم. حالا من خودم فردا یک دو تا بچه ها میان، خودم گفتم یه حال هوایی عوض، یک کیک کوچولی من اینجا سفارش دادم، سفارش که نه آمادش هست، میخوام یه جاتون قال فیلمشون میذارم یه غیری بدیم. امیدوارم همه تون سالم و تندرست باشید. من باور کنم همیشه میگم من هیچ آرزویی ندارم، هیچ آرزویی ندارم، هیچ چی دیگه نمیخوام، هیچ چی نمیخوام، چون 40 سالم شد هیچ چی نمیخوام، فقط هیچ آرزویی هم ندارم. بزرگترین آرزوی من اینه، بزرگترین آرزوی من اینه مردم ایران خوب و خوش و خوردن به اون چیزی که میخوام برسن، آزادانه زندگی کنن، یعنی ایرانی بدون آخوچ، ایرانی بدون اسلام، ایرانی بدون بسیج، ایرانی مثل بدون جمهوری اسلامی به خواستشون برسن. من بزرگترین آرزوی من اینه، یعنی جونم برام مهم نی، زندگیم برام مهم نی، هیچی برای من مهم نی، جانم فدای ایران، تموم شد و رفت. یه جون دارم صد بار گفتم فدای ایران، یه 7-8 سال دارم گوخوری میکنم، میام میگیریم میکشیم، من از این کسی را. بزرگترین آرزوی من اینه. مشتی هستید، بازم میگم امسال سال آزادی باشه که هست، بچه ها بگیم میشه، بگیم میشه، یه همت میخواد سال آزادی، انقدر میگیم. ببین من انقدر میام میگم یه تلنگر بخوره یه نفرم، یه نفره به خودش بیاد، من خودم به خودم اومدم که شدم این. خیلی هم اصلا تو خوابم، باید بهشونه بگی، خیلی ها نمیدونن. با از من با غیرت‌تر خیلی هست، از من با وجودتر خیلی هست تو ایران، خیلی میلیونی هست، ولی نمیدونم. باید بگی، اینقدر بگی که به خوب، باید بگی این آخونده بی‌ناموس حقتو خورده، این آخونده بی‌شرف، این جمهوری اسلامی، این بسیجی حقتو، این زالو دارن خونتو میمکن. مرگ یا زندگی یا آزادی، تموم شد و رفت، یا مرگ یا آزادی، آره دیگه تموم شد و رفت. دوستتون دارم، مشتی هستید، بازم میگم نه این ولی نه اون ولی، کیرم تو بیت رهبری، الاسپولو با ماستش، کیرم تو دست راستش، کیرم تو کس زنه خامله یا طرفدارانش. دوستتون دارم، علایه دارید، برو.